تخریب کعبه توسط امام زمان، از امام صادق علیه السلام پرسیدم ای آقای من، مهدی با بیت چه می کند؟ فرمود آن را خراب می کند و از آن باقی نمی گذارد مگر آن ستونها و آن بنای اولیه‌ای که در زمان حضرت آدم در مکه بنا شد و همان چیزی که حضرت ابراهیم و اسماعیل بالا آوردند و تجدید بنا کردند. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. شبهه امام زمان شیعیان اجل الله تعالی فرجه شریف حتی به خود آنها رحم نمی کند و در روایات شیعه آمده که مهدی وقتی بیاید کعبه را نیز خراب می کند. پاسخ: این روایت اولا سندش ضعیف است. ثانیا روایت نمی گوید که حضرت کعبه را تخریب می کند، بلکه می گوید ساختمان های اطراف کعبه را که توسط دیگران ساخته شده است تخریب می کند و به حالت اولیه در می آورد. سالسن علت این کار ممکن است به خاطر تأثیر گذاری بیشتر حج بر انسان باشد که از دنیا و مظاهر آن بریده شود. بارها گفته شده که روش دشمن در رویارویی با اندیشه تشیع به جای اینکه به مبانی عقلی و فلسفی آن اشکال کند، این است که در بین کتب روایی شیعه جستجو کرده و یک روایت که غالبا ضعیف است و میتواند از آن سوء استفاده کرد را گرفته و طوری آن را در فضای مجازی را میکند که مخاطب فکر کند از اعتقادات قطعی شیعه است. اینجا نیز همین رویه را دنبال کرده است. مرحوم خصیبی در کتاب هدایت الکبرا نقل میکند که مفضل ابن عمر میگوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم ای آقای من، مهدی با بیت چه میکند؟ فرمود آن را خراب میکند و از آن باقی نمیگذارد مگر آن ستونها و آن بنای اولیه‌ای که در زمان حضرت آدم در مکه بنا شد و همان چیزی که حضرت ابراهیم و اسماعیل بالا آوردند و تجدید بنا کردند و همان آن چیزی که بعد از آنها به کعبه اضافه شده، نه نبی اضافه کرده و نه وصی، سپس به هر صورت که خودش بخواهد آن را تجدید بنا می کند. این روایت تنها در کتاب هدایت الکبرای مرحوم خصیبی نقل شده و سپس علامه مجلسی در بهار الانوار آن را نقل کرده و در هیچ کتاب دیگری نقل نشده. حتی معاصران خصیبی نیز این روایت را نقل نکردند و افرادی مانند شیخ طوسی، نعمانی و دیگران که در زمینه غیبت امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف کتاب نوشتند، این روایت را نقل نکردند که دال بر ضعیف بودن روایت است. بنابر این سند قوی ندارد تا بتواند آن را دلیلی بر اعتقادات شیعه دانست و هیچ عالمی از علمای شیعه نیز نگفتند که حضرت وقتی بیاید کعبه را تخریب میکند، لذا قابل اعتنا و توجه نیست. از طرف دیگر متن روایت به این گونه است که به هیچ وجه با چیزی که در شبهه مطرح شده همخوانی ندارد. متاسفانه دشمن هر طور که خودش بخواهد و برای او قابل استفاده باشد روایت را نقل میکند. برخی از مخاطبین هم به اصل کتاب و متن روایت رجوع نمیکنند. متن روایت بر فرض صحت میگوید حضرت بناهایی که در طول تاریخ بر کعبه افزوده شده را تخریب میکند، نه خود کعبه را. امروزه میبینیم که حکام عربستان بیت الله الحرام را بسیار گسترش داده و بسیار با زرق و برق همراه ساخته است. شاید منظور روایت از بین بردن همین زیبایی های ظاهری و زرق و برق های اطراف حرم است، چرا که این ظواهر به نحوی انسان را به دنیا جلب می کند تا معنویت، و در این بین برخی از حاجیان نیز به بازارهای زیبا و فراوان آن منطقه رفته
و مقداری از وقت خود را به خرید اختصاص می دهند. لذا شاید منظور روایت از بین بردن تمام زیبایی ها، هتل ها و بازارهای اطراف حرم است تا انسان برفتن به حج متنبه شده و با صفا و معنویت آن منطقه روبرو شود، نه زیبایی ها و دنیا فریبی های آن. بدون شک فلسفه حج دلکندن از زیبایی ها و مظاهر دلفریب دنیاست. وقتی آدمی لباس احرام می پوشد به این معناست که تمام دنیا و لذت های آن را باید کنار گذاشت. وقتی حق ندارد حتی زیر سایه رود و یا حشره ای را از خود دور کند، نباید عطر بزند و به آینه نگاه کند، به این معناست که دنیا را باید کنار گذاشته و ساده زیست شود و آمادگی برای جدایی از دنیا پیدا کند. بله، این بود ویدیوی امروز من. برای ویدیوهای بیشتر نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین. و برای حمایت از ما کافی است ویدیوی ما را لایک و شیر کنید. نظریات زیبایتان را هم می توانید در بخش کامنت بنویسید. خدا نگهدار شما.